با سلام از سوی خودم و آقای فرهنگ قاسمی به شما بینندگان تلویزیون های رنگین کمان و همینطور ایران فردا که مدتی است برنامه انسانیت و ایرانیت رو دنبال میکنید و همونطور که متوجه شدید هدف این برنامه مجموعه است در نگاه به رویدادها و آنچه که مردم ایران برای دادخواهی و رسیدن به عدالت و کمترین خواستهای حقوقی فردی دست کم در تلاشن. آقای قاسمی ببخشید که مقدمه تا اندازه طولانی، ولی از اونجا که میدونم تلاش شما در درجه اول برای انسانیت هست و بعد حتما ایرانیت، این مقدمه رو گفتم تا شما بتونید ادامه برنامه رو به عهده بگیرید. خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما و از بینندگان گرامی دو تلویزیون. چون تعداد خبرهایی که در این هفته من تونستم بهشون دسترسی پیدا کنم که البته عمومیه نه خصوصی، تعداد زیادی دارم. از جمله اجازه بدید با موضوعی شروع کنم که ظاهر خیلی مهمی رو نشون نمیده اما به نظر من در بحث مهمه، و این در زمانی که وزیر خارجه افغانستان به ایران رفته بود آقای اطمر، افغانی های مقیم پاریس و حتی هومه در برابر سفارت جمهوری اسلامی تظاهراتی برگزار کردن. میدونید فرقه های مختلف، ملیت های مختلف، پشتون، تاجیکا، هزاره ها، و اینها در برابر سفارت لحظاتی بعضی ها به شعارهای تند رو آوردن، مرگ بر این، مرگ بر آن، و برگزار کنندگان گفتن ما مرگ کسی رو نمیخواییم، ما عدالت خواهیم میخواییم، و اینکه 1 میلیون از هموطنان ما در ایران، بسیاری از ایرانیان به هموطنان ما رسیدگی میکنن، توجه نشون میدن، و به طب در هر ملیتی میتونه آدم خوب و بد وجود داشته باشه. من از فرشاد میخواستم خواهش کنم فیلمی رو که در اختیار داره لحظات کوتاهیش رو ببینیم و بعد با هم دنبال کنیم. سلام دوستان عزیز، هموطنان عزیز، تشکر از اینکه تشریف آوردین. با اجازه بزرگترا میخواییم که 1 دقیقه سکوت به خاطر روح قربانیان که در ماه گذشته در ایران به شهادت رسیدن، که ما به خاطر از اینجا آمدیم تا مخالفت خود را نشان بدهیم. این شورش و خشم به دلیل حوادث وحشیانه و غم انگیز اخیر است که در بین چند هفته در مرز افغانستان و ایران علیه مهاجرین ایران افغان رخ داده است. جناب قاسمی، همطور که میبینید واقعا این همسایگان و حتی باید بگم ایرانیان، چون خیلی ها خودشون رو ایرانی میدونن که در افغانستان زندگی میکنن یا برعکس در ایران، و اینها واقعا نشون میدن که یک فرهنگ سالم و یک نگاه و فکر سالم میبایست موفق بشه و دیر یا زود همه پیروان چنین تفکری که همون انسانیت و ایرانیت هست موفق خواهند. بله، دقیقا در ارتباط با این شعاری که صحبت کردید که افغانی ها گفتن که مرگ نه، واقعا یک تحول در این جامعه، در جامعه افغانی و دیده میشه. یعنی این حرف به راحتی بیرون نمیاد و علتش اینه که در عرض این 40-45 سال گذشته این ملت افغان، افغانستان، دوچار ضربات بسیار سنگینی شدن از طرف روسا، از طرف امریکایی‌ها، از طرف گروه های تروریستی که در اونجا بودن، و اینها واقعا با مرگ زندگی کردن، با مرگ بزرگ شدن این نسل جدید، و نشون میده که بالاخره یک بخشی از ایرانیان هستن اینها. اینها درسته که افغان هستن ولی یک فارسی زبانن، زبانشون به ما نزدیک، با ما رفت آمد دارن، بیشترشون در ایران هستند، و یعنی یه تعداد زیادی در ایران هستند، و اینها کسایی هستند که واقعا به مفهوم انسانیت پی بردن و عدالت خواهی رو
یعنی یک رشد و تحولی درشون به وجود اومده که به جای گفتن مرگ مرگ مرگ، یک عدالت خواهی میخوان، یک عدالت میخوان. و این خواستن عدالت به نظر من یک تحوله و خوب جمهوری اسلامی توی گوشش بره و بفهمه که این تحول باید در خودش به وجود بیاره. در جمهوری اسلامی الان 40 و خورده‌ای سال تحول به وجود نیومده و هنوز مرتب هی میگه مرگ بر این مرگ بر اون. و نگاه بکنید کارش فقط کشتاره. اخیراً همین قاضیه خودشونو که گویا 30 و خورده‌ای سال براشون قضاوت کرده و آدمها رو، خبرنگارها رو به کشتار داده، به زندانها فرستاده، همینو حالا معلوم نیست که واقعا کشتن یا نکشتن یا چیه، ولی ببینید چه جوری شده. همون دزد فرار کرده اومده اینجا، حالا به روایتی هم کشتن. یعنی مرگ در همه موارد. یعنی اینها اصلا امروز این برنامه ما به نظر من مسائل عمده‌ای رو از نقطه نظر حقوق بشر بهش میپردازه و میبینیم که این تحولاتی که از نقطه نظر حقوق انسانی و حقوق بشر در دنیا به وجود اومده، حتی در کشورهایی که واقعا عقب مونده هم اصلا به وجود اومده، ولی در جامعه ما همینطوری مونده و همین مرگ 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 دامن این جمهوری اسلامی رو امیدوارم که بگیره و خلاص کنه این ملت. دقیقا همونطور که میفرمایید، شما فکر کنید که آدم با مرگ جستجوگر زندگی باشه. این ویروس کرونا به نظر من مثال خوبی است برای گفته‌های شما. ببینید در روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی مشخصا اعلام کرد 121 نفر فوت کردند. حالا تعداد مبتلایان چقدر؟ و این در زمانی که در همون روز سه‌شنبه که جمهوری اسلامی رو اعلام میکنه، آلمان در بخشی از کشورش بخش دیگری از قرنطینه رو دوباره به راه انداخت، برای که در یک کشتارگاه گوشت در اونجا بسیاری از کارکنان، بسیاری از شهروندان اون منطقه رو با آزمایشات مبتلا به ویروس دید و بلافاصله تصمیم گیری کرد. تا این لحظه شما و من و بینندگان میدونیم که جمهوری اسلامی کوچکترین تصمیمی در مورد ویروس کرونا به شکل قانونی، به شکل اداری نگرفت و اجرا نکرد، به دلیل اینکه علیه خودش باید رفتار میکرد. شما نگاه کنید، پزشکانی در بیمارستانها جان دادن، اما یک آخوند حتی حاضر نشد بره بر سر جسد و پیکر یک هموطن مسلمانش که با کرونا جان داده واجبات مذهبی رو انجام بده. و در نتیجه این کسب و کار مرگ در حد شعاره و در حد سودجویی، اما وقتی ارزش گذاری است بین زندگی و مرگ، خود اونا هم ترجیح میدن زندگی. همین فرار قاضی منصوری با کارهایی که کرد و رفتاری که با او شد در هتلی که نه پنجره داشته نه ارتفاع مشخصی برای اینکه از کدوم طبقه و چگونه افتاد و حتی کیسه‌ای که پیکر او رو باش حمل کردن نامفهوم دست کم با اون چیزی که گفته میشه، نشون میده که در این حکومت چاره کار مرگه. حالا میخواد برای خودی باشه، قطب‌زاده باشه، کیک باشه، میخواد دشمن باشه که در زندانها، و دیدید که در این هفته تمام مجامع حقوق بشری چه فعالیت‌های خبری داشتن برای ندیده گرفته شدن حقوق بشری و فردی. بله ببینید، جمهوری اسلامی یکی از خصوصیات مهم و بزرگش دروغ گفتنه و این دروغ گفتن در مسئله کرونا آشکاره. یعنی وقتی روحانی میامد توی تلویزیون و مرتب میگفت که امروز اینقدر آدم کشته شده، امروز اینقدر آدم در کرونا گرفتن یا پیدا کردیم در اثر تست ها و فلان و اینها، نشون میداد که یک نوع تبلیغاتی بیش نیست. الان تمام خبرگزاری های دنیا وقتی صحبت از ایران میکنند، تعداد کشته شدگان در ایران میکنند،
همه پشت سرش با یه شکی اینو بیان میکنن. میگه ایران اینطوری رسما اعلان کرده که اینقدره، ولی واقعیت رو نمیدونیم و واقعیت رو همیشه اینها پنهان کردن. واقعیت رو چه در مسئله زدن اون هواپیمایی که تعداد زیادی انسانهای بیگناه 176 نفر بله 176 نفر کشته شدن، چه در جریان آبان ماه 1398 که تعداد کشته شدگان هنوز مشخص نشده، چه تعداد همینطور تعداد زندانیان هنوز مشخص نشده در ارتباط با این قضیه. این جمهوری اسلامی اساس کارش دروغ گفتن و فریبکاریه و به همین شکل داره ادامه پیدا میکنه. الان نگاه بکنید، ما نامه‌ای که یک آدم دو ملیتی نوشته به انوشه آشوری و نوشته برای بوریس جانسون که آقا شما اصلا ما رو فراموش کردید. این بوریس جان این آشوری چی بوده؟ بیچاره یک آدم، حالا من 66 سالشه، بله 66 ساله است که الان مدت 3 ساله که در زندانه و مشکوک به مسئله کرونا هست، یعنی مشکوک کرونا احتمالا مبتلا شده باشه، بله اتصاب قضا کرده و این حتی خودکشی شنیدم کرد، حتی بله خودکشی میگن کرده. خب اینو خب محاکمش بکنید، وضعش رو روشن بکنید. چندین نفر دیگه هستن، خانم نازنین ساغری و مورد خانم فریبا عادل‌خواه و اینها، این چند ملیتی ها که در واقع دوچار ظلم جمهوری اسلامی شدن و همشون به عنوان اینکه اینها جاسوس هستن گرفتن و نگر داشتن و هیچ هم نمیتونن یا نمیخوان نمیتونن ثابت بکنن که اینها جاسوس هستن. آقای قاسمی ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، شما وقتی به اتحادیه اروپا رفتید در اونجا در ملاقاتتون راجع به این موضوع هم صحبت کردیم؟ در نه راجع به این موضوع، اون ملاقات ما در اتحادیه اروپا فقط به خاطر مسئله آبان ماه بود اما مسئله آبان ماه بود، اما از ایران کسی صحبت کرد که من، چون هنوز ادامه داره اون جریان، از ایران کسی صحبت کرد که خیلی شناخته شده است و با واقعا با جرأت و جسارت صحبت کرد و تمام وضعیت ایران رو گفت، از جمله مسائل مربوط به خانم نسرین ستوده و نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی و کسان دیگری که در زندان بودن صحبت. ولی قصد ما این بود که از گرفتن اون ملاقات که خیلی ملاقات به نظر من موفقی بود، ما تونستیم اینو ببریم توی پارلمان اروپا، یعنی توی جلسه رسمی پارلمان اروپا نه تنها نماینده ایران در سازمان ملل صحبت کرد، بلکه مسئول خاورمیانه در پارلمان اروپا راجع به ایران صحبت کرد، بلکه یک نفر مستقیما از ایران و با مدار بسته تلویزیونی صحبت کرد و اطلاعات وسیع در این زمینه داده شد که همه این اطلاعات در آینده بسیار نزدیکی داره بررسی میشه برای اینکه بره به سازمان ملل و در اونجا تصمیم گرفته بشه. روی چیزهایی که واقعیه، واقعیت‌های اجحاف به حقوق انسانی و حقوق بشر. بله، در مورد دروغگویی میگفتید و ماجرای هواپیما، میدونید که چند روز پیش آقای جواد ظریف گفته است که ما چند روزی است تصمیم گرفتیم که جعبه سیاه رو بدیم به فرانسه و در چند روز آینده این کار خواهیم کرد. یعنی نمیگوید چرا این 6 ماه تأخیر، 11 ژانویه حکومت قبول کرد که به اشتباه با موشک این هواپیما رو زده. کانادا هم از همون روز اول گفت شما قابلیت و امکانات بررسی جعبه سیاه رو ندارید،
به هر کشوری که مایلین این جعبه سیاه رو بدید. تا این لحظه آقای ظریف که مدعی است این کار رو خواهند کرد، نه میگوید چرا 6 ماه طول دادن و نه باز هنوز میگوید که این کار رو خواهند کرد. ولی اون طرف داستان، حالا به کتاب جان بولتون نمیدونم وقت بکنیم برسیم که مسائلی رو راجع به ایران افشا میکنه. داستان این است که همین دوشنبه اول هفته امریکا به سازمان ملل گفته است که نه تنها تحریم ها رو دنبال میکنیم، از این پس هر کشوری هم که اسلحه به جمهوری اسلامی بفروشه شامل این تحریم میشه. و از اونجایی که در همین دوشنبه گذشته که این رو امریکا گفت، برای 6 بار در 2 هفته گذشته راکتی به سمت فرودگاه بسته شده به خاطر کرونا، فرودگاه بغداد بسته است، باز دوباره اونجا راکت شلیک شد. نمیشه با قاطعیت گفت جمهوری اسلامی، ولی میشه پرسید که کدوم دولت به نفعش الان بیاد به سمت عراق راکت بزنه. در نتیجه این دروغگویی یک دایره امنیتی شده برای حکومت، به جای جوابگویی دروغگویی. و تا شما بیاین این رو ثابت بکنین، یک حلقه جدید دروغگویی و باز اینا در اون مرکز و در امنیت کامل. بله. مسئله دیگری که واقعا تأسف آوره مسئله کردهاست در منطقه. بله بله، درسته. به هر حال ما راجع به انسانیت صحبت میکنیم و کردها طبیعتاً یک بخشیشون ایرانی هستند. بنابراین بجز این که ایرانی هستند جای خودشو داره، ولی به عنوان یک انسانهای محروم زیر ستم در منطقه، الان نگاه بکنید چندین دهه هست، حتی میشه گفت که یک قرن بیشتره که اینها مرتب زیر توپخانه های کشورهای یا منطقه یا کشورهای خارجی قرار گرفتن. اینها چقدر زحمت کشیدن برای اینکه کمک بکنن داعش شکست بخوره. در عراق چقدر کشته دادن، در سوریه چقدر کشته دادن. اینها رو باز امروز، یعنی الان چند وقتی که ترکیه شروع کرده حمله کردن به اینها و مرتب هر روز مردم رو آواره میکنه، جوانان رو به کشتن میده، پیر زنان و پیر مردان بیچاره آواره در سراسر دنیا میشن. من نمیدونم که تا چه حد باید انسانیت رو زیر پا گذاشت. از خودم سوال میکنم که آیا این کردها چه گناهی کردن؟ به جز این که احتمالاً یک عدهشون خب میخوان خودمختاری داشته باشن، خب اینو باید در تحت یک شرایطی بهش توجه کرد، نه اینکه باید، نمیخوام بگم که این حق این خواستن خودمختاری حتماً به عنوان یک حق بلافاصله باید قبولش کرد، این مطرح نیست، بلکه خواستهای حقوقی و انسانی جوابش نباید با توپ و تانک باشه. دقیقا. چون هیچ توپ و تانک هیچ مسئله‌ای رو حل نمی‌کنه، بلکه مشکل رو به تعویق میندازه و باید یک راه حل درست انسانی پیدا بشه برای حقوق کردها در کشورهایی که هستن. اردوغان حق نداره به مردم، به کردهای چه سوریه و چه خود ترکیه، بله بله، پیکاکار هم زده خود ترکیه و عراق حمله بکنه و بزنه. و طبیعتاً بدون اینکه من بخوام اینجا وارد مسائل و جزئیات سیاسی بشم، که فکر میکنم که رؤسای کردها، یعنی همون قوانینی که به عنوان رؤسای سیاسی کردها امروز خودشونو مطرح میکنند، دچار اشتباهات فاحشی شدن در طول تاریخ. ولی این
دلیل اون نمیشه که مردم بیچاره کرد زیر فشار و شکنجه و جنگ و کشتار باشن. این یکی از مسائلیه که واقعا از کنارش نباید گذاشت و به نظر من دنیا الان در این شرایط داره کوتاهی میکنه و چشماشو بسته و این مردم بیچاره رو که به این شکل دارن میزنن از هر طرف توجه بهش نمیکنه. میدونید که اضافه بر اون چیزی که شما فرمودید، مشکل دومی در راهه که ظاهراً هم متاسفانه حالت قطعی پیدا کرده، این است که ترکیه بعد از اینکه از امریکا فاصله گرفت و به سمت روسیه رفت، در تعهدات منطقه دیگر جانبدار امریکا به اون معنا نیست. در واقع همین مسئله که شما میفرمایید در سوریه، الان دیدم که آقای السیسی رئیس جمهور مصر گفته است که اگر ترکیه ادامه بده به این کار، ما ارتش میفرستیم به لیبی. یعنی عملا یک سوریه دوم در لیبی خواهند ساخت. اونجا هم ترکیه هم احتمالا مصر با این چیزی که داریم میبینیم و باز سوریه و احتمالا در فرماندهی دورتر روسیه و شاید هم امریکا دوباره یک جنگ در زمین غریبه و در نتیجه کردها همطور که شما میفرمایید گروگان تاریخی، حالا نمیگم تمام دهه ها و قرن ها، ولی در یک قرن گذشته تاریخ نشون میده که هر چند سال یه بار، حالا صدام حسین بوده، البکر بوده، بشار اسد بوده، حافظ اسد بوده و امروز در یک وضعیتی که دنیا به صلح و آرامش احتیاج داره، انگار کسی کبریت رو میگیره و زیر بارود شعله افکنی میکنه. متاسفانه وقت زیادی نمونده، شاید دقایق که چه بگویم ثانیه های آخر برنامه مونه. دلم میخواست اگر پیام و جمله دارید بفرمایید و عهده‌دار خداحافظی هم باشید که با بینندگانمون خداحافظی کنید. پیام و جمله من رو به مردم و هموطنانمه که هرچه میتونند انجمنهای شهروندی رو گسترش بدند برای دفاع از انسانیت و حقوق بشر و برای دفاع از فرهنگ ایرانی و تاریخ و گذشته ایران و به سوی آینده نگاه بکنند.